یک مؤسسه آموزشی در کشور فرانسه دانش آموزی را به دلیل سلام و احوالپرسی به سنت و رسم مسلمانان و به زبان مادری توبیخ و تهدید به اخراج کرد. مسئولین این مؤسسه آموزشی هدف از این اقدام و چنین واکنشی را مغایرت رفتار دانش آموز مسلمان با اصل سکولار مدرسه اعلام کردند. مادر این دانش آموز مخالفت شدید خود را نسبت به قوانین داخلی مدرسه که دانش آموزان را مجبور می کند فقط به زبان فرانسه صحبت کنند و آنها را از صحبت به هر زبان دیگری منع می کند و این یک مدرسه سکولار است ابراز کرد. همزمان گروهی از فعالان در فرانسه توبیخ دانش آموز و تهدید به اخراج وی را به دلیل احوال پرسی به زبان مادری خود غیر قابل قبول دانستند. سازمان هماهنگی مبارز با اسلام حراسی در فرانسه تاکید کرد که تمام اقدامات قانونی لازم را برای احیای حق این دانش آموز انجام داده است. مسلمانان فرانسه به دلیل قرار گرفتن در معرض کمپین‌های نجات پرستانه سیستماتیک راست افراطی فشار زیادی را تجربه می‌کنند که لحن خصومت علیه آنها را در سطح زندگی عمومی افزایش می‌دهد. سید سراج الدین میردامادی روزنامه نگار از پاریس با ماست. سلام آقای میردامادی، وقت بخیر. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما و بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام. سلام. از جزئیات توبیخ دانش آموز فرانسوی چه اطلاعاتی دارید و ماجرا دقیقا چه بوده؟ ببینید، خبر در برخی رسانه ها هم منتشر شده و برخی انجیو ها و حامیان حقوق در واقع اقلیت‌های مذهبی و دینی در فرانسه هم این رو منتشر کردن. میتونه دو تا بخش داشته باشه این مسئله. یک مسئله اینه که بالاخره یک جدال تاریخی فکری در واقع فرهنگی وجود داره که زبان باید زبان ملی باشه و خارج از زبان ملی برخی قوانین زبان‌های دیگر رو محدود می‌کنن. و یکی هم مسئله اسلام حراسیه. در واقع این خبر میتونه مخلوطی از هر دو باشه که غیر از زبان رسمی کشور در برخی قوانین هم این هست، برخی استان ها هم در این مسئله سختگیری های وجود داره، به ویژه در آلزاس و در جنوب در بوتاین، که غیر از زبان رسمی فرانسه زبان های دیگه، زبان های آلمانی، زبان های ایتالیایی، زبان های بوتاین اینا نباید باشه. ولی ابعاد اسلام حراسی این مسئله جلوه در واقع قوی تری داره و اون مقابله با زبان عربی است و زبان اسلام است و اقلیت های مسلمانی که در فرانسه در حومه شهرهای بزرگ دارن جمعیتشون بیشتر میشه و کثرت مساجد و مسئله عبادات مسلمان ها و پوشش مسلمان ها این ها مسئله دیگری است که اسلام حراسا و اسلام ستیزان رو متوجه خودش میکنه و این مسئله هم یکی از نمودهای اون هست. آقای میردامادی، دلیل چنین توبیخی و اینطور واکنش نشان دادن ها رو آیا مسئله شخصی میدونید یا ریشه در تفکر اسلام حراسی و نجات پرستی سیستماتیک در فرانسه داره؟ ببینید، اسلام حراسی رو در فرانسه دست کم باید به چهار بخش تقسیم کرد. یکی اسلام حراسی در رسانه های فرانسه هستش که بله، این اسلام حراسی دست بالا رو داره. دوم در مجموعه دولت و مجموعه حاکمیتی است که آموزش پرورش در واقع زیر مجموعه اون هستش که اونجا هم در واقع مواردی وجود داره ولی خیلی گسترده نیست. قوانینی وضع شده برای مقابله با حجاب در مدارس و یا سایر در واقع نمودهای مذهبی در مدارس که این اسلام حراسی در این سطح هم وجود داره و مشهود هستش تا حدود زیادی. و بعد سطح سوم احزاب و گروه های سیاسی است که احزاب راست افراطی، راست میانه، حتی چپ میانه هم در خیلی اسلام حراسان محسوب میشن. ولی فقط جریان حزب فرانسه تسلیم ناپذیر، حزب آقای ملانشون هستش که با مسلمان ها تا حدودی مداراگر هستش. و در سطح چهارم مردم و سازمان های مردم نهاد هستند که در این سطح به نظر میرسه اسلام حراسی آنچنان گسترده نیست. دست کم در شهرهای بزرگ مردم با پوشش مسلمان ها و نماز جماعت و نماز جمعه های مسلمان ها تا حدود زیادی مداراگرا هستند و اونها رو تحمل میکنن.
ولی به هر حال این مشکل و این جدال فکری فرهنگی وجود داره و از اون طرف هم جریانات سلفی و وهابی هم در حومه‌های شهرهای بزرگ فعال هستند و اسلام ستیزا تلاش میکنن که افراطی‌گرایان سلفی وهابی رو نماینده اسلام اصلی قرار بدن تا بتونن اسلام رو در غرب منکوب و محدود و سرکوب کنند. تشکر میکنم آقای میردامادی. سید سراج‌الدین میردامادی از پاریس با ما بودند.